بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمتتان هستیم از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور. با امیدی که درس ها برای شما مفید تمام شود، میریم به طرف درس از ریاضی صنف نهم. به ادامه درس های قبلی تحت عنوان خصوصیت چارزولی مرسوم به دایره، خصوصیت چهارضلعی مرسوم به دایره، این عنوان درس. خب دوست عزیز، چی معنای درس؟ او چهارضلعی که در بین دایره قرار گرفته و دایره از رأسهایش گذشته یا با رأسهایش یک نقطه مشترک داره یا مماس هست، اونمو چهارضلعی را به نام چهارضلعی مرسوم، مرسوم یعنی رسم شده، اونمو را به نام چهارضلعی مرسوم به دایره یاد میکنم. انشالله که عنوان براتون ملاحظه باشم. آل خصوصیتی چهارضلعی چیست؟ او خب چهارضلعی اگر رسم میشد و دایره که از رأسهای از او چهارضلعی تیر میشد، او دایره را ما دایره چی میگفتیم؟ دایره محیطی. دایره محیطی کدام دایره بود؟ دایره بود که رسم که میشد از رأسهای مظلع عبور میکرد یا با رأسهای مظلع یک نقطه مشترک میداشت، یا به عبارت دیگه که در رأسه های مظلع مماس بود. این درس بود که در گذشته خواندیم. آره، این چهارضلعی که رسم شده، این خود چه خصوصیت داره؟ ادعای رقم است که میگه دمی چهارضلعی مجموع زوایای مقابلشان 180 درجه است. یعنی اینطور میگیم مجموع زوایای مقابل یک چهارضلعی مرسوم به دایره 180 درجه است. حالا این را چطور ثبوت کنیم؟ بریم به طرف رسم. باز رسم را سعی کنیم دوستان عزیز. یک دایره است، متوجه هستین؟ یک دایره است و یا یک چهارضلعی است. یک دایره و یک چهارضلعی، دایره او و یک چهارضلعی ای بی سی دی. دایره چی رقم رسم شده؟ که از رأسهای چهارضلعی عبور کرده یا یک نقطه مشترک با رأسهای چهارضلعی داره. درست دوستای عزیز؟ خب ایناله ما ثبوت میکنیم که زوایای مقابل یک چهارضلعی، زوایای یا مجموع زوایای مقابل یک چهارضلعی، یعنی اینی زاویه و اینی زاویه مقابلش میشه، درست؟ یا اینطور اگر نام بنیم دی سی بی، اینمی میشه نمیشه؟ اینم مقابلش چی میشه؟ بی ای دی مقابلش. اینی رو براتون یک نشانی میکنیم، صحیح کنید. اینی زاویه و اینی زاویه مقابل یکی دیگه هستن، این در چهارضلعی مرسوم به دایره. ما ثبوت میکنیم که اینمی زاویه همراه اینی زاویه که جمع شوه مجموعشان 180 درجه میشه. اینمی دوتا که جمع شوه، این دوتا کدام است؟ بی ای دی، یکیش دیگهش بی سی دی. خب اینا رو برای ثبوت چی کار میکنیم؟ دوستای عزیز ببینین که اینی مرکز دایره است، به دور مرکز دایره 360 درجه است. چند درجه است؟ 360. اینه یکش هم اینطور نشانی میکنیم، او یکش هم ایره او دو، میفهمیم که او یک جمع او دو به دور مرکز میشه، به دور مرکز 360 درجه است. اینجا نشته کردیم او یک جمع او دو 360 درجه، ایره میمونیم در جایش. اینا رو سعی کنیم زاویه دی سی بی، این زاویه است که این یک وترش، این دیگه وترش. از نگاه زاویه محیطی
این در مقابل اینی قوس قرار داره. داره یعنی این قوس با در مقابل کدام زاویه قرار داره؟ در مقابل زاویه مرکزی او یک قرار داره. در مقابل زاویه مرکزی او یک. زاویه مرکزی خود زاویه است که مرکزش راستش مرکز دایره دو ضلعش دو تا شعاع دایره باشه. دو شعاع دایره. یک شعاع دایره، این دیگه شعاع دایره. در مقابل اینمی زاویه مرکزی کدام قوس قرار داره؟ این قوس. اولی اینی زاویه در مقابل از این قوس که قرار داره با این چی رابطه داره؟ نصف از این قوس است. اینمی زاویه نصف از این قوس است. چرا که زاویه مرکزیش هم باز با قوس مقابل مساوی است و زاویه محیطی نصف زاویه مرکزی است. این قبلا گفته بودیم. خب اینال دی سی بی نصف او یک دی سی بی اینمی زاویه محیطی نصف اینزی قوس است. اینی زاویه است. چرا؟ که نصف اینی قوس است و این زاویه امرای از قوس مساوی است. خب دی سی بی نصف او یک. خب اینالی دی ای بی دی ای بی اینی زاویه در مقابل از کدام قوس قرار داره؟ اینی قوس و این در مقابل کدام زاویه قرار داره؟ زاویه او دو. خیلی ما نشکه داره میتونیم که زاویه بی ای دی نصف او دوست. دی ای بی نصف او دو. انشاءالله که تا اینجا را مطلب رساندیم برتون دوست عزیز. کار کرده فکرتان؟ خب این حالی چی کار میکنیم؟ دی سی بی را مجموعشان را دیگه و دی ای بی را جمع میکنیم. دی سی بی جمع دی ای بی مساوی است با یک بر دوی هر دو زاویه را که جمع کنیم او یک جمع زاویه او دو. خب این حالی دی سی بی جمع دی ای بی مساوی است با یک بر دو خودش او یک جمع او دو به دور یک نقطه نبود؟ به دور یک نقطه چند درجه است؟ 360 درجه. اینال 360 در صورت است دو در کجاست؟ در مخرج. اینال 360 که تقسیم دو کنیم دوست عزیز چند میمانه؟ 180. آیا ثابت نشد که زوایای اینی زاویه و اینی زاویه یا با اصطلاح طور بگویمش که پوره بی ای دی و بی سی دی که زوایای مقابل یک چهارضلعی هستند آیا ثابت نشد که مساوی با 180 درجه است؟ نه مساوی شد با 180 درجه. یک بار دیگر دوستای عزیز امیر باز یک قسم متوجه باشین که اول عبارتش متوجه شوین که تجزیه و تحلیل شوه بعد از او باز اوش آسان است. خب اصلا عنوان درس بود دوستای عزیز در روی تخته شما دیدین که خصوصیت چهارضلعی مرسوم به دایره نه؟ عنوان درس همی بود. خصوصیت خو یک چیزی که مربوط به یک شکل باشه او رو خصوصیتش میگیم. چهارضلعی خو میفهمیم که یک شکل هندسی که چهارضلع داشته باشه. مرسوم رسم شده در کجا؟ به دایره. یعنی امی چهارضلعی در داخل دایره رسم شده باشه. در کجا رسم شده باشه دوست عزیز؟ در داخل دایره. اینال یک دایره رو شما تو تصور کنین به این شکل این چهارضلعی باشه. خب باشین که یک رسم چیز شما فرض کنین یک دایره باشه این یک چهارضلعی ای بی سی دی این یک چهارضلعی است. یک چهارضلعی مرسوم به دایره است. اینمی چهارضلعی چی؟ چهارضلعی مرسوم به دایره. خب خود دایره دیگه چی رقم دایره است؟ این دایره از رأسهای از این چهارضلعی عبور کردن. این خود دایره دایره محیطی است دوست عزیز. دایره چی؟ محیطی. دایره محیطی کدام دایره بود؟ دایره بود که از رأسهای یک چهارضلعی چی کنه؟ عبور کنه. ان شاءالله که
فهم میدین. آره اینمی چارزولیه، خود چارزولی اینمی چارزولی چه خصوصیت داره؟ خصوصیت زیر براتون میگم، سعی کنین خصوصیتش چی رقم خواهد بود. اگر ما اینی قطره رسم کنیم، او خوب مرکز دایره ای او بگیریم، اینجا یک زاویه میشه نامشه او یک بونیم، این یک زاویه اینجا میشه نامشه او دو بونیم، قبول؟ خب اینی زاویه، سعی کنین اینی زاویه، یک زاویه محیطی سدگه نی؟ مقابل کدام قوس قرار داره؟ اینی قوس، و این قوس مقابل کدام زاویه قرار داره؟ او یک. این رسای کنین، ای مقابل کدام قوس قرار داره؟ اه همونطور است نی؟ و ای در مقابل کدام زاویه مرکزی قرار داره؟ او یک. زاویه مرکزی او یک و قوس مقابل مساوی است، این زاویه او دو و قوس مقابلش مساوی است، لکن زاویه محیطی نصف زاویه مرکزی است، نصف زاویه مرکزی، یعنی طور میتونیم بگیریم که زاویه ای یک بر دوی او دو است و زاویه دی یک بر دوی او یک است. این حال و او یک و او دو که جمع شده یک 360 است، او یک و او دو 360 درجه است. چرا 360 درجه است؟ به خاطری که به دور یک نقطه 360 درجه است. این حال دو سایز است، این دو تا را که جمع کنیم، سعی کنیم زاویه ای جمع زاویه دی مساوی میشه با چی؟ این دو تا را که جمع کنیم، یعنی یک بر دو را که در دوش مشترک بگیریم میشه او یک جمع چی؟ او دو. خب زاویه ای جمع زاویه دی مساوی میشه با یک بر دو خودش، او یک جمع او دو که به دور یک نقطه باشه، به دور یک نقطه چند درجه است؟ 360 درجه. خی زاویه ای جمع زاویه دی مساوی میشه 360 که نصف کنیم 180 درجه. تو با شکل بسیار سادگی کش که براتون گفتیم، یعنی شما بالاخره فهمیدین که چارزولی مرسوم به دایره چی مانا، چی مانا چارزولی که در داخل دایره قرار داره و دایره به اضلاعش مماس است. این چارزولی نامش چارزولی چی میشه؟ مرسوم به دایره. خود دایره را باز چی میگیم؟ دایره محیطی. خود دایره را چی میگیم؟ دایره محیطی. چارزولی مرسوم به دایره او چارزولیه که در داخل دایره قرار داره و دایره به رأسهایش مماس است. خود دایره چی نامش است؟ دایره محیطی. چارزولی نامش چیست؟ او چارزولی که در داخل دایره رسم شده؟ چارزولی مرسوم به دایره، یعنی چارزولی که دایره از رأسهایش عبور کرده. خصوصیتشان چی؟ که زوایای مقابل یک چارزولی 180 درجه است. و ایره ما براتون هم در روی شکل و در روی تخته هم بر رسم مثال عادی که شما به ذهنتون برابر شوه و در روی چارتم ثبوت کردیم دیگه، انشاءالله مشکل براتون پیش نمیاد. امیر براتون سوال میتیم دوستای عزیز، کار کنین دی، کار کنین این سوال. خواه سوال تو است که چارزولیه مرسوم به دایره را تعریف رسم و خصوصیت آن را توضیح کنه، و خصوصیت آن را توضیح کنه. این دوستای عزیزی هم سوال، انشالله که کدام مشکل براتون پیش نخواهد آمد. خب تا ساعت دیگه که در خدمتتان قرار بگیریم، شما را به خداوند یکتایی بی همتا می‌سپاریم. تشکر از توجهتان.